مشکلم بخت بد و تلخی ایام نیست، مشکلم پوشوندن پینه دستام نیست، مشکلم نون نیست، آب نیست، برق نیست، مشکلم شکستن تلسم تنهایی است. عاشقونه است یک روزی هم حل میشه، یا که از بارش زانوی من خم میشه. زنهار زنهار که من باد میشم میرم تو موهات، حرف میشم میرم تو گوشات، فکر میشم میرم تو کلت، من بنز میشم میرم زیر پات. فقط با سلام دوباره به برنامه تصویر تا تحلیل خوش آمدید. من دکتر فرجان زینی، روان درمانگر مشاور خانواده، در کنار دکتر آرش تقوی، استاد دانشگاه و مربی زندگی. سلام. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان، شما سرکار خانم دکتر فرجان زینی و همه بینندگان و شنوندگان این برنامه در رادیو گوهربار قاصدک. خب این بخش دوم فیلم بسیار عالی دلم میخواد از بهمن فرمان‌آرا هستش که حتما ازتون درخواست میکنم که به بخش اول این هم برگردی، چه در رادیو قاصدک و در پادکستش و از خود رادیو یا از تلگرام چنلش یا از یوتیوب ما، چه من چه دکتر تقوی، حتما این رو چک بکنید که بعد حالا دوست داریم تازه قسمت‌های بعدش رو با شما صحبت بکنیم. بفرمایید دکتر. بله، در انتهای بحث قبلیمون من اومدم سر این شعری که میابیدف به گور من زیارت، که در بزم خدا غمگین نشد، مثل این که افتر لایف هم همچین هپی لایفه. چرا اینو گفتم؟ برای این که رضای کیانیان اومد سر قبر همسرش، گفت من سال یه بارم میام، یعنی سوگ بعد از 12 سال سوگ خیلی جدی نبود، بیشتر یادواره بود و یادمان بود، بیشتر یه ریمایندر بود که واو اینجا همسر خوابیده و دوباره ما اون اسم مورد علاقه آقای بهمن فرمان را داریم که در چند تا اسم در چند تا فیلم داره تکرار میشه، که اون قطره بسیار جذاب اما ناپایدار صبحگاهیه، جاله اون شبنمیست که میاد و میره و خیلی رهاست اما خیلی گذراست، که من حالا شاید اگه یه روزی واقعا بتونم با ایشون مصاحبه یا ارتباطی داشته باشم میخوام که داستان جاله چیه، برای اینکه در چندمین فیلمی که من میبینم آیکون زن معشوق اما از دست رفته یا دور، جاله است. میاد اونجا و احساس میکنه که باید به زنش بگه که چه حسایی داره. خیلی جالب بود که آدمهای اونجا به عمل فرمان رو فکر میکنم اینجا رو خیلی اجتماعی ساخته بود، خیلی تکریم غم، نه تکریم عزا، چیزی فراتر از غم، عزا فرایند شدت یافته سوگه. من و شما میدونیم که سوگ گریف پروسس، فرایند سوگ داریم، الیزابت کوبلر راس داریم، خود بهمن فرمان را داری که کتاباش نام میبره که میگه دکتر راس اینو میگه، ما با سوگ مشکل نداریم، ما با تبدیل سوگ به مصیبت، مصیبت به مرثیه و مرثیه به تعزیه، تعزیه اون نمایش سالانه ای که مثلا برای امام حسین رامینزه میگن تعزیه، یعنی دیگه هر سال قشنگ با یک ویژوال آرت خیلی تشکیلاتی که داریم، نه اینکه مربوط ایران باشه، منظورم اینه که به عنوان روانشناس ما گریف پروسس و فرایند سازگاری با از دست دادن میدونیم، بیلاوانه که از دست میدی طبیعی و خوبه، باید اصلا تشویق میکنیم قضیه رو. اما اونجا ما ببینیم که خیلی مثل این که یادمان، مثل این که من اگه میرم سر قبر پدرم الزاماً موظفم از نظر اجتماعی نشون بدم که پدر من اومدم چقدر بدبختیمو به شما بگم، اگه بخوام بگم که موفق شدم خیلی در گوشی باید بگم، چون برخورد جامعه من برخوردیه که برای غم جا نمیشناسه، میگه که تو هر جایی میتونی غمگین باشی. من از فرزند پروری نام میبریم، قسمتی از محترم بودن فرزند پروری به سبک ایرانیش اینه که دهن تو ببند، چقدر نیشت بازه،
دختر باشه که اصلا هیچی. یعنی شما چه دکتر روانشناسی هستین که الان میخندین؟ شما خیلی جدی‌تر از این حرفا باشین. کی به شما اصلا قسمتی از پرستیژ حساب میشه، شخصیت مثبت حساب میشه و من میبینم، من متوجه میشم که در قبرستان نباید خندید، اما اومده بالا سر قبر زنش و برخورد خیلی با خشونته. آیا با این تفسیر من اصلا موافق هستین یا تفسیر اضافه تری دارین؟ چرا این مرد اونجا خندید، رقصید، مهناز افشار دور شده بود و حتی خیلی دیالوگ جالب بود تو ماشین، گفت میخوام برم سر قبر زنم، گفت میخوام برم میام. بعد مثل این که آدم یه زن غریبه رو بخواد ببره خونهشون جلوی زن خودش، و خونجا قبر زن منه. یعنی قشنگ حضور معنادار و معنوی این بانوه درگذشته احساس میشد و اون پشت درخت وایساده بود. اما اتفاقی که افتاد به نظرتون با شناختی که از بهمن فرمانرا حداقل در مقام فیلمساز شما دارین و فیلماشو دیدین و چند تا شما هم تحلیل کردیم، پیغام اجتماعی در این زد و خورد وجود داشت یا نه خیلی ساده ازش میگذریم؟ به نظرم خیلی پیام طبیعی که اونجا بود داشت نشون میداد. اولا جالبه، من فکر میکنم که همین حالتی رو که حتی یه جمله بودش که به مهناز افشار گفتش که آخه من برم اونجا بگم تو کی هستی؟ بگم تو کی هستی؟ و این حسی رو که آدم ها که میرن، ما ها به هر صورت به هر دلیلی فکر میکنیم هنوز هستن، حالا دلمون نمیخواد رهاشون بکنیم و فکر میکنیم هستن. اصلا ببین دلیلی که آدم ها بلند میشن میرن سر قبر یک نفر برای اینکه فکر میکنن هست، براش گل میبرن، براش باش حرف میزنن، برای اینکه فکر میکنن هست. حالا قسمتی که جالبه که مثلا حالا در این فیلم به خصوص ممکنه که جناب فرزانه، بهرام فرزانه، سکیزوفرنیا داشت، هلوسینیت میکرد در اون زمان، یا سایکاتیک دیسوردر گرفته بود، ولی بقیه همه ما هم همین حالت رو داریم. من مثلا بچه بودم وقت از روی قبر که میخواست رد بشه میگفت نه دردش میاد، در روی قبر باید دست از کنارش رد شد. در نتیجه این خیالاتی همه ما ها داریم که انگار اون عزیز هنوز اونجا هست، و خب از کسانی هستن که هنوز اتاق اون طرف رو از بین نمیبرن، همه چیزش رو عین اون نگه میدارن برای اینکه دلشون میخواد که اون باشه و میخوان که در ذهنیتشون باهاش صحبت بکنن. چه قسمتی که در تمام وجود ماها هست. حالا همون قدری که بهرام فرزانه وایساده بود اونجا و چون فکر میکرد که ژاله هنوز وجود داره، میخواست اون رو هم شاد بکنه و همون حالت امید و شادی رو هم به اون بده، خب گروه دیگه ای هم بودن که اونام فکر میکردن یک کسی هستش که اونجاست و از دست دادن و بهشون توهین شد. یعنی این بس فضای وایلنس که به وجود اومد، کتک کتک کاری، برای اینکه اونا داشتن فکر میکردن که اگر کسی داره وارد اونجا میشه و شادی داره میکنه، در حقیقت داره توهین میکنه به عزاداری شما. و این دو طرف این جریان جالبه که وجود داره، که مثلا شما اگر که کسی حتی توی مزای ختمی مجلس ختمی نشستین و آدم ها شروع میکنن بعد از یه مدتی دیگه شوخی میکنن، لطیفه میگن چون میخوان فضا رو یک کمی مثلا شادتر بکنن، بقیه بهشون بر میخوره که تو چه حقی داری که شادی رو داری وارد جایی میکنی که ماها الان داره وقت ماست و حق ماست که بخوایم سوگواری بکنیم. و من فکر میکنم که کلن در فرهنگ ما و خیلی از فرهنگ ها، نمیخوام فقط جدا بکنم، من فکرم کلن انسان ها خیلی سخت فکر میکنن که شادی و غم میتونه در کنار همدیگه وجود داشته باشه، در حالی که این دوتا میتونه بیاد و بره در کنار هم. یعنی شما میتونی که غمگین باشی و در صدد باشی که شادی خودت رو هم حس بکنی و یک کدومش اون یکی رو در حقیقت ممکنه که نقض نکنه. این تفاوت و شاید که جدا شدن، سپلیتی هستش که من توی اون صحنه داشتم میدیدم که به معنای توهین داشت برای اون شخص در حقیقت حساب میشد. رقصیدن بر سر قبر، پیغام معنادار یه نفر به آدمی که بخشی از هیستوری تاریخچه زندگیشه، بخشی از معنای تاریخچه زندگیشه، نه خیلی پررنگ ولی حضور نیمه فعال در شکل‌گیری تجربیات موجود داره، مثل احساس عذاب وجدان که گفتش که من بگم شما کی هستی اینجا. یعنی حضور اندکی کمرنگ اما فعال اکتیو هنوز. من توضیح بدم، یکی از اتفاقاتی که در این فیلم به نظرم بسیار قلوف شده بود، من میفهمم که بهمن فرمانرا بعضی جاها تصورشه، چون بالاخره خیلی چیز داره، خیلی بعضی از قسمت‌ها رو
جوری نشون میده که اینجوری ها هم نیست البته. ولی یه قسمت بسیار جذاب و اندکی نوک زننده این فیلم بود یه چگالی بالایی از هنرپیشه های خیلی مطرح ایران در یک فاصله سکانس شاید مثلا 10 دقیقه در فیلم حضور داشتن، جایی که میرفت پیش روان پزشکی. و من به شدت اولا این تیکه فیلم یاد وودی آلن مینداخت، به شدت من یاد وودی آلن مینداخت، چون وودی آلن به قول خودش میگه 30 سال من پیش روانکاو میرم، که حالا دوستان سوال میکنم بعدن صحبت خواهیم کرد که روانکاو اون سبک خاصی از روان درمانیه. هی میپرسن شما روانکاو این روانشناس این روان پزشکین، یه روی کرده. ولی با اون حالا سیستمایی که بهمن فرمانارا و ایزن داروش مهجوی در فیلم هامون نسبت به روانکاوی برخورد میکنه، که مثل این که نه تنها کودکی درونش خیلی فعاله، اصلا یه موجودیه که دکتره تو باغ نیست، نه این که مریض تو باغ نیست، برای اینکه اون داره صحبت میکنه، داره موشکشو میندازه. و افراد با طیف وسیع میان، از خانمی که با پسرش اومده و پسره یه جوری نگاه میکنه که انگار مادر که اصلا در داستان نیست، این دکتره هم چی میگه، این از مثل این که حالیشون نیست یعنی. و راپلهی که داره میاد بالا، ما با یک ترافیک بسیار بالا روبرو هستیم، میبینیم آدم همینجوری و اینجاشو میگم قلوبامیز بودش، که چقدر مثل این که آدم ها یا حالشون بده یا نیاز به کمک حرفه‌ای دارن در ایران، چون جامعه ایران داره نشون میده. من و شما که به شکل‌های متفاوت کار درمان انجام دادیم و با آفیس آشناییم و حتی پشت تلفن برمیگرده میگه که به اون مراجعه که زنگ زده میگه که روانپزشکی که اورژانس داره، خب فردا بیا. من چند تا سوال میخواستم از شما به عنوان کسی که به خصوص با فرهنگ درمان ایرانی های این بر آشنا هستید. یک، اولا منشی ما دوباره بارداره، اگر دقت کرده باشیم منشی مطب روانپزشک ما هم بارداره. من خیلی سکن تو ذهنم اینو به یک نمادی وصل کنم. من یه تجربه شخصی بگم، شما میدونید که من لیسانسم نرسینگه و حدود 10 سال من سایکیاتریک نرس بودم در ایران در رده های مختلف، روان پرستار بودم. یکی از بریس های ما که بستری شد به دروغ دو قطبی بود، خانم بود و گفت من 6 ماه بار دارم. پزشکم خیلی تفحص نکرد و بعد مشخص شد که ایشون نزدیک 9 ماهشه. سرتون درد نیارم، ما در اورژانس اون بیمارستان مجبور شدیم چه کاری انجام بدیم؟ زایمان انجام بدیم در نیمه شب. و زایمان طبیعی، و بعد که صبح دختر ما یه ذره سر حال تر بود، من به شوخی بهش گفتم ببین من و تو که در یک بیمارستان تخصصی زنان و زایمان به دنیا اومدیم، آخر سر کارمون در بیمارستان اعصاب و روانه، تو به عنوان بیمار، من به عنوان پرستار، وای به حال گل تو که بای دیفالت کجا به دنیا اومده، اصلا دیشب در بیمارستان اعصاب و روان. من با این تمثیل تجربه‌ای که بهتون گفتم، اولا به نظرتون پیامی داشت که منشی ما هم باردار بود؟ و دو، این رفتارهای خب اندکی هیستریونیک و نمایشی که شما میدونید نسل این شکل روان کاف ها، من اصلا نمیدونم نسلش مانکه بیشتر مانه فیلم های وودی آلن و اینجور چیزاست، ولی اگرم وجود داشته اصلا به این رفته روان کاف های مدرن ما میشکنم اینجوری نیستن که مریض داره حرف میزن مثلا موشک پرت کنن بعد بگم برو اونجا بگو یه نسخه بالای 60 سال. اون تحقیر و توهین و دیوالویشن بی‌ارزش‌سازی که در فیلم نسبت به درمان حرفه‌ای، چون من کاملا تحقیرآمیز و توهین‌آمیز می‌دیدم اینو، چه برداشتی داشتین شما از این مجموعه راهروی شلوغ روانکاو موشک پرت کن منشی باردار و یه سری بیمار و ایزن برین سراغ اون دکتر مغز و اعصاب که بعد در موردش صحبت کنیم که با ام‌آرآی. اینی که منشیش باردار بود که همه خانم ها که اونجا میدید باردار بودن، حالا اینکه جوار منشی اون بود که اگر من بارداری رو به معنای امید بهترین نسل انسان ببینم، که خب اتفاقا خیلی با مسما خواهد بود، برای اینکه آدم ها درد دارن میان پیش یک روانشناس یا روانپزشک و میخوان بهترین خودشون رو زندگی بکنن، در حقیقت در به خاطر اینه که دارن میان اونجا. اصلا اون صحنه ها به نظر من زیباترین صحنه ها بود، برای اینکه واقعیت، یعنی هر کدوم از این
کسانی که مراجعه کرده بودن اونجا من داشتم میدیدم، میگفتم ای منم همین کلاینت رو داشتم، ای من همین کلاینت. من اصلا کلاینت ها مراجعین ها اصلا قلوامیز و حتی شدید نمیدیدم، خیلی دیلی بودن، سایکوتیک نبودن، سایکوتیکشون فقط بهرام فرزانه بود که فامیلیش هم فرزانه بود، فرزانه ای بود که، ولی بقیهشون من کاملا کلاینت های عادی میدیدم و ولی برخورد درمانگر اصلا بله اصلا کل زیبایی اینی که یکی میرفت بعد وقتی که میمد بشه درمانگر رو جواب میداد بعدی یه نفر دیگه بود، یعنی این تکنیک و صحنه به نظر من خیلی خیلی جالب بود. برداشتی رو که من از روال درمانگری داشتم بیشتر به این حالت هستش که مثلا من الان تقریبا 31 ساله که دارم این کار انجام میدم و بعضی موقع ها میبینی که تجربه ای رو که داری که در جلوی تو هست رو میبینی که قسمتی از انسان بودن طرفه و یا مشکلاتیه که خب انسانیت داره، در مدل های به خصوص داره وقتی که اینجا، و شاید که اون شرایطی رو که اون وقتی که برای خود اون شخص چون اولین بار داره این تجربه رو میکنه خیلی سخته، ولی برای کسی که این تجربیات رو دائم داره میبینه فضای واقعی مثلا انسانیت داره نگاه میکنه. مثلا من وقتی که نگاه میکنم به من چند تا از فامیلام همه آنکولوژیستن، بعد هر کسی که سرطان میگیره برای خودش وحشتناکه، برای کسایی که اطرافشن وحشتناکه، به نظر میاد مرگ میاد، ولی خب با این عزیزان که من دارم صحبت میکنن و وقتی هم حتی میرن پیش مریض دیگه اونقدر چیزش نمیکنن، لفت و لهابش نمیدن، آره عزیزم سرطان داری بعد این کار بکنی اون کار بکنی، شش ماه داری بچه‌ت میمیری، یعنی یه حالتیه که دیسنسیتایز شدن به اینی که خب آره این قسمتی از واقعیت روزمره است که ماها داریم میبینیم. و حالت این دکتر روانپزشک رو من تو این حالت میدیدم که خب آره اینا همه مسائل، و بعد یه جاهایی بودش که مثلا وقتی طرف گیر کرده بود توش به خاطر اینکه مثلا خب دیگه اینکه گیر نداره که آره حالا گیر کرده هم ایت اوکی، مثلا این اون فضای فانه و شادیش رو تو این مثلا این نمیتونست برخصه میدونی، و شادیش رو اون حالت اینر چایلدش نشون میداد که مثلا موشک بازی میکرد، نمیدونم این کار رو میکرد، انگار مثل این که مثلا شادی خودش رو داشت توی اون فضا میآورد. و ولی باز همون حالته که داشتیم برای دوستان تو برنامه قبل میگفتیم و حتی سر عزاداریه که داشتین شما صحبت میکردین، انگار این دوتا نمیتونه کنار هم باشه، انگار توهینه که اگر یکی اگه درد داره و این یکی با شادی، چون داشت حرف میزد با اینا، یعنی توهین بهشون نمیکرد، اتفاقا حرف میزد، چند تا کلمه هم میگفت، فیدبک هم بهشون میداد، اینا رو انجام میداد، تازه دارو هم میداد، ولی تو اون فضا شادی خودش هم داشت مثلا بازی میکرد، بازی میکرد، خب بازی هم قسمتی از شادی دیگه، رقص، موسیقی، لبخند، بازی هم قسمتی از شادیه. و اینو اینجا من باش میدیدم که مثلا اگه یک نفر غم داره یه نفر جلوش حق نداره شادی بکنه، و این باز محسوس بود، این همونی که اونجا مثلا اگه بغل دست خد سنگ مزار یه نفر بودی تو حق نداری برخصی چون یه نفر داره زار زار گریه میکنه، ولی اینی که دیسنسیتایز شده بود راجع به این مسائلی که دونه دونه میدید رو، این مسئله که خب دیسنسیتیزیشن شما تو تمام مسائل چیز میبینیم، کسانی که بالاخره هر روز صبح دارن با موارد مختلف این روبرو میشن تجربه دیگه ای دارن با اون کسی که برای اولین بار براش اتفاق افتاده. من البته برداشتم این نبود، من برداشتم این بود که درمان رو بسیار، من خیلی ساده بگم، به نظر من به عنوان بیننده غیر حرفه‌ای این بود که روان درمانگر خودش مشکل داره، اصلا شوته درمانهاش هم فلهیه، فلهی یعنی این که اسپیسیفیک نیست، جنراله، یه سه نسخه گذاشتن اونجا برو، چون شعاری که میداری، یعنی من بیشتر از اینکه شادی ببینم لودگی میدیدم، مثل اینکه آدمه، من میدیدم که دیسنسیتایزه، این درست هم هست برای من و شما هم همینطوره، چرا به شوخی و گاهن به جدی مردم میگن که اینا یه چیزیشون میشه خودشون، دلیل هم داره، خیلی چیزایی که واسه آدم ها خیلی هیوجه، خیلی پیچیده است، خیلی ما یا یه تفسیری پشتش داریم که بابت اون تفسیره میدونیم که ای بابا این اصلا چرا قضیت میکنه، یا به دلیل تجربه مربیگری و مشاوره و درمانمون همون آنکولوژیسته هستیم، یعنی میام جدول نگاه میکنم میگم شما استیج 3 هستی الان تو سرطانه،
اگه شیمی درمانی کنی دو سال دیگه به استیج 5 میرسی، شیمی درمانی نکنی یه سال دیگه میرسی. در هر صورت شما از الان بین یک تا دو سال حساب کن که نفس میکشی. این در حقیقت اون برخورد روزمره است. بنابراین من خیلی توی این درمانگر بیشتر لودگی میدیدم و احساس کردم که کارگردان خیلی ساده خواسته بگه که اینا چی میگن؟ این که یا خودش رد داده یا درمانش بیشتر درمان خیلی کاپی پیسته. ولی در مقام اینکه دیسنتیسایز شده، بله، اینو من کاملا قبول دارم. و یه نکته‌ای که توی فیلم به نظرم خیلی نکته‌ای بودش که قابل مطالعه بود از نظر روان درمانی و روانشناسی، تیکه آخر فیلم بود که این آدمو میخوام ببرم بیمارستان. خیلی جالبه که بین متخصصین درمان و متخصصین قانون این سوال جدی مطرحه. این فیلم 88 دقیقه است. اول فیلم اکشن آلپچینو بازی میکنه، ولی اول فیلم چون فارنسیک سایکیاتریسته، روان پزشک قانونی، اولش که درس میده دختره بهش میگه که What's the difference between mental illness and crime؟ فرق بین جرم و بیماری روانی چیه؟ میگه free will، اراده آزاد. اگه بتونه با اراده خودشون کار انجام بده این مجرمه، اگه دست خودش نباشه این چیه؟ دقیقا mental illness، این بیمار روانیه. من آخر فیلم، جایی که میخواین منتقل بکنن اواخر فیلم، من این حقانیت رو میبینم. شما چه تفسیری دارین روی اینی که بین پلیس و آمبولانس حالا حداقل تفاوت نظر بیان شد که این میگفت این مال ماست، این میگفت نه خیر مال ماست. شما همین تضاد رو میبینین یا من دارم به نکته اشاره میکنم که به نظر میرسه شاید چندان مهم نباشه؟ من فکر کنم نکتتون مهم هست، فقط توی این فضا جرمی انتخاب نشده بود، فقط تلفن کرده بودن به پلیس. ولی حرف شما بسیار درست هستش که وقتی که واقعا جرمی اتفاق میفته، یعنی من خب کلاینت هایی داشتم که در تاثیر مواد مخدر سایکاتیک شدن و مثلا یه نفر مادرش رو 38 ضربه چاقو زده بود، یا و فضا کارهای مختلف از اینجور چیزها زیاد دیدم توی 30 سالی که کار کردم. و همیشه این علامت سوال هست، خب به هر صورت طرف میره زندان و حتی اگر که معلوم بشه که مواردی رو داره، برسن برش نمیگردونن توی جامعه، بر نمیگردن. حالا اینکه کجا نگهش دارن، ممکنه که تصمیم بگیرن که کدوم قسمت نگهش میدارن، ولی به هر صورت باید جدا باشه. توی این فیلم کرایمی اتفاق نیفتاده بود، مشکلی نبود، چون تلفن کرده بودن اول به پلیس، بعد تلفن کرد پلیس، تلفن کرده بود به آمبولانس، اومده بود، داشتن نگاه میکردن که حالا کدومشون قراره از این مسئله بهره برداری بکنن بیشتر. و ایران رو نمیدونم، مثلا اینجا میدونم که خب بالاخره بهره برداری اتفاق خواهد افتاد، اگر چون زندان ها رو پرایوت پارتی ها میبرن بیمارستان هم همینطور. در نتیجه اینی که دعواشون بشه که این مهمون ماست، ما بعد ازش پول در بیاریم، و تو امریکا میدونم هست، در ایران حضور ندارم به خبر. در ایران میره شلتر، میره آسایشگاه هایی که دولتیه و مخصوصه، یعنی وارد جامعه نمیشه به این راحتی. بله. چون میگن مجرم نیست، یعنی نیازی به پانیشمنت و تنبیه ندارد، اما نگهداری و مراقبت داره، برای اینکه آسیب رسان هست، فقط آسیبش دست خودش نیست. بله. اینجا میدونم که اگر که کرایمی اتفاق بیفته به هر صورت میره توی زندان، بعدن وقتی که تکلیفش روشن شد ممکنه که چون اونجا اصلا این ندارن، پزشکا رو ندارن برای اینکه از اونها مراقبت کنن، بعد از اونجا میبرنشون در حقیقت بیمارستان هایی که مخصوص اعصاب و روان هست. خب به هر صورت میدونم که ما ساعت ها میتونیم راجع به این مسئله صحبت بکنیم، ولی وقتمون به اتمام رسیده و تا برنامه های دیگری که دوباره یک فیلم زیبایی رو که باز من و دکتر خوشمون بیاد، چون من از اون موقع من خوشم میاد میگم دکتر اینو ببینیم، میگه نه به دل من نچسب، نه به دل من نچسب، در چه هر فیلمی رو پیدا کردیم که به دل هر دومون چسبید حتما. بله. ممنونم ازت. با سپاس از شما و همه دوستانی که شنونده و بیننده برنامه.